عزیزان به همتون سلام عرض میکنم، امیدوارم که در هر کجا که هستید سالم و سرخوش باشید. در برنامه این هفته همگام با مدرسه دوست داریم در مورد برنامه‌های متفاوت آموزشی که در کامیونیتی ایرانی کانادایی خودمون داره اتفاق میفته با شما صحبت کنیم. بنیاد پریا در بین ما ایرانیان سازمان اجتماعی شناخته شده ای هستش که هر ساله به هزاران نفر سرویس خدماتی میده. امروز من از آقای دیوید لاولاک و خانم افسانه وکیلیان دعوت کردم که به این برنامه بیان تا بیشتر با برنامه‌های آموزشی پریا آشنا بشیم. و اگر اجازه بدید من آقای دیوید لاولاک رو بهتون معرفی کنم. آقای دیوید لاولاک مدیر ارتباطات و توسعه برنامه‌ها در بنیاد پریا هستند و مسئول تعدادی از پروژه‌ها و همچنین برنامه‌های تأمین مالی پریا رو بر عهده دارند. ایشون بیش از 28 سال تجربه همکاری با مؤسسات غیر انتفاعی و همچنین مؤسسات خصوصی را دارند. ایشون مدت‌ها با سازمان‌های سرویس دهی به مهاجران مانند Skills for Change و The Center for Education and Training همکاری داشتند و هم‌اکنون نیز با پریا همکاری می‌کنند. و خانم افسانه وکیلیان مدیر مالی بنیاد پریا هستند. ایشون دارای مدرک فوق لیسانس در رشته حسابداری و علوم مالی از دانشکده علامه طباطبایی میباشند. ایشون بیش از 30 سال تجربه در زمینه حسابداری و حسابرسی و طراحی سیستم‌های مالی برای شرکت‌های تولیدی و خدماتی و بانک‌ها دارند و مانند دیوید تجربه همکاری با سازمان‌های غیر انتفاعی مانند کینیدین کنسر سوسایتی را دارا می‌باشند. به عنوان مدیر مالی خانم وکیلیان با کلیه برنامه‌ها و پروژه‌های بنیاد پریا ارتباط مستقیم دارند و به همین دلیل امروز از ایشون خواستیم که جهت سهولت ارتباط ما با دیوید با ما همکاری کنند. Hello to both of you, and Hello. Thank you so much for coming to this show. It's a pleasure to be here. David, what is Paria, or in the other words, what does Paria do for people? Okay, well, Paria Trillium Foundation is an organization that's multicultural. We have our roots very deep into the Iranian community, as the name would suggest, and we really provide a lot of different programs that deal with everything from social to cultural, arts and recreation, and educational programs, primarily focused on seniors and youth. Mm-hmm. The program, the PERIA itself, was actually formed about 2002 mm-hmm. by our president and founder, who's very active in the organization, Mr. Ahmed Tabrizi, and we thank him for bringing us to this level. Mm-hmm. And we're intending to take this organization to a much broader perspective in serving many, many other different cultures other than just the Persian community. Perfect. خوش اومدین به برنامه. خواهش میکنم که شما به ما کمک کنید و چون از صفحه پریا هستید بگین که دیوید چی گفته. بنیاد پریا یک مرکز اجتماعی هستش که در برای فرهنگ‌های گوناگونی فعالیت میکنه. البته تمرکز اصلی ما در زمینه خدمات رسانی به جامعه ایرانی کانادایی هستش. ما در واقع برگزار کننده یک سری فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، تفریحی و اجتماعی هستیم که تأکید اصلی این برنامه‌ها برای جوانان و شهروندان ارشد هستش در منطقه یورک. و در مورد تأسیس بنیاد پریا میشون فرمودن که در سال 2002 بنیاد پریا به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی و در واقع خیریه به ثبت دولت فدرال کانادا رسیده و با در واقع باید بگم همت آقای مهندس تبریزی هستش که تونسته روی پاش وایسه و ما به اینجا برسیم. و فکر میکنم که واقعا مردم زیادی از این خدمات استفاده میکنن. همینطوره. ما بسیار هستن ایرانی ها، نه تنها ایرانی بلکه از جوامع دیگه مثل چینی، روس و
افغانی متفاوتن که میان مراجعه میکنن به ما، چون ما کلاسای متفاوتی داریم، به خصوص کلاسای انگلیسیمون خیلی طرفدار. من هر موقع پریا میرم که یا با دیوید یا با خانم وکیلیان یا کاری دارم، همه کلاسا ماشاءالله پر پر هستش. David, you mentioned that Pariya is a community service center helping newcomers integrate into Canadian culture. Mm-hmm. We are cognizant of the fact that newcomers are facing so many challenges, such as finding new jobs, learning language, or working with technology. Mm-hmm. I know Pariya came up with a project, it's called PRIME. Right. So what is PRIME? Okay, well, PRIME is an acronym that stands for Pariya Resources for Immigrant Media Education. And really what it is, it's a program to help predominantly newcomer parents and older folks learn how social media works. In other words, what is social media and why should I care about it? Mm-hmm. We all know that young kids can run circles around us when it comes to social media. So it's time that newcomers really got engaged with the purpose of social media to help them with everything from overcoming isolation, helping them with their English skills, and really making more personal and professional connections for themselves, and maybe even starting a business. Absolutely. خانم وکیلیان. بله. در مورد این پروژه پرایم که در بنیاد پریا برقرار شده، باید بگیم که با توجه به اینکه امروزه ما میدونیم که بچه‌ها و جوان‌ها خیلی بهتر از والدینشون فوت و فن این رسانه‌های اجتماعی رو آشنا هستن بهش، بنابراین خیلی در واقع پدرها و مادرها منفک و جدا دارن میشن از بچه‌ها، و این پروژه پرایم برای پدران و مادران و والدین در واقع تازه وارد شده به کانادا و همینطور برای شهروندان ارشد طراحی شده که با این گونه رسانه ها آشنا بشن و بتونن از این طریق از گوشه نشینی و به اصطلاح فاصله گرفتن از اجتماع جدیدشون برطرف بشه. و در ضمن این رو اضافه بکنم که چیزایی که ما در اینجا داریم شامل به اصطلاح فیسبوک و یعنی این رسانه هایی که مورد توجه قرار میگیره، فیسبوک، لینکدین و توییتر و امثال این هستش. و من خودم با بسیاری از نیوکامرها که در تماس هستم، پرنس ها بعضی موقع ها ایمیل ندارن. Some of the newcomers parents don't have emails, even emails. That's correct. خیلی مهم هستش که واقعا یه سازمانی باشه، یه کسی باشه به اینا حتی باز کردن ایمیل رو یاد بده و بعد ادامه داشته باشه با سوشال میدیا، فیسبوک، توییتر و سرویس هایی که واقعا میتونن استفاده بکنن. پرفکت. Going back to today's kids, they are very tech savvy. Right. So I'm just wondering, with you feeling so comfortable and proficient with use of technology, does PRIME offer them any volunteer opportunities? Absolutely, absolutely. The big advantage to PRIME, not only does it teach the elders and newcomers about how to use social media for personal and business reasons, but also gives the youth a chance to actually volunteer as experts or teaching assistants, so they can actually help the individual that could be their parents. Absolutely. It could be elders in doing that. And I should say one thing too, that this particular program, although designed by us, we thank the Ontario Trillium Foundation who actually funded the program for us. Mm-hmm. But without them, we wouldn't be able to offer these opportunities to youth. Well, thank you to them. Big time. در مورد شاگردان مدرسه، البته ما خیلی خوشحال میشیم از اینکه اونا به بنیاد پریا بیان و به این پروژه بپیوندن، برای اینکه خب اونا خیلی خوب میدونن این سیستم رو و ما میتونن به ما کمک بکنن در این زمینه به عنوان کمک مربی این رسانه های عمومی با ما همکاری بکنن. البته ساعت هایی هم که صرف میکنن خب برای کارهای والنتیریشون
به اصطلاح حساب میشه براشون و خب از دو جهت و بسیار عالی هستش، به خاطر اینکه بچه‌ها برای یه فارغ التحصیل شدن مینیمم 40 ساعت باید کار والنتیر داشته باشن، مینیمم 40 hours for graduation. Correct. So برای همین بسیار خوب هستش که بچه‌ها بتونن برن و از این موقعیت استفاده کنن. خانم وکیلیان، من بسیاری از پدر و مادرها رو دارم به من زنگ میزنن، بچه من داره گریجوییت میشه گرید 12 و چی کار کنم؟ برای همین بسیار خوب هستش که این برنامه ها رو بدونیم، از این فرصت ها میتونن استفاده بکنن. 100%. یه نکته دیگه هم دیوید گفتن در مورد به اصطلاح تامین مالی این پروژه هست که اونتاریو تریلیون فاندیشن به ما کمک کرده و پشتیبانی مالی رو اونو ما داشتیم. برای یه مقدار در مورد این سازمان صحبت میکنید؟ اونتاریو تریلیون فاندیشن یک سازمان دولتی هستش که بودجه زیادی در اختیارشه و این بودجه رو به اصطلاح به صورت گرانت، یعنی پروپوزال های به اصطلاح پیشنهادات مختلف رو میگیره از تمام سازمان های غیر انتفاعی و اونا رو بررسی میکنه و بر اساس پروژه‌ای که تعریف میکنن انتخابشون میکنه. درست که انتخاب هایی که به کدوم های گرانت بده. پروژه پرایم ما موفق شده. You know, one thing after this program, I'm certainly going to suggest one other additional course we have at Peria, and it's Farsi 101. Because I'd be able to participate in this conversation and learn and take advantage of all these things that are being talked That's about. That's good. David, how many people will you be serving in Prime program in next 2 years? Okay, we're going to be serving and reaching about 3,800 individuals across different community centers, all different locations, to bring the message to them. And in total, we're looking at a target of about 1,500 people that we would like to be able to come back to us and say, you know what, having taken this Prime program, we've been able to feel more connected to the community. And that's sort of our mark of success. And we need those connected people in our community. Big time, yes. Yes. خانم وکیلیان. بله، خواهش میکنم. ما پیشبینیمون این هستش که ظرف دو سال آینده حدود 3,800 نفر رو پذیرا باشیم و سرویس بدیم بهشون. البته امیدوار هستیم که از این مجموعه حداقل نصفشون برگردن، رضایت بکنن از کاری که انجام شده و این سرویس ها بر اساس سخنرانی هایی هستش که انجام میشه، جلسات و به اصطلاح کارگاه های آموزشی که برقرار میشه و برای مجموعه به طور عمومی جلسه گذاشته میشه، به اون ترتیب انجام میشه. بله. How do people can sign up for Prime Workshop, David? Right now, the best way to get a hold of us, because we're just in the purpose of revising some materials on our website, they can call us directly at 905-764-0202, extension 108. We'll take the call, we'll book you in for the course. And one more time, the phone number. Okay, 905-764-0202. 02 extension 108. Look forward to hearing from you. و در حقیقت تمام اطلاعات و شماره تلفن شما میتونید روی صفحه تلویزیون ببینید و اون رو یادداشت کنید. خانم وکیلیان، چجوری بیان و استویسی کنن؟ برای ثبت نام میتونن که یا با تلفن بنیاد پریا تماس بگیرن. داخلی 108 هستش. بله. شمارش رو صفحه هست. و یا اینکه به سایت پریا که هست paria.org به اون مراجعه بکنن و تمام اطلاعات رو بگیرن. اطلاعات رو داشته باشن. And I'd be remiss if I didn't say you can also contact us on our Facebook. Because we're teaching in Facebook. You can obviously get our Facebook too. So what is the address? So just Paria Trillium? Yes, it is. Yeah. Okay. در فیسبوک هم ما بله، ما فکر میکنم که در حقیقت paria.org رو داریم، بنیاد پریا. بله. همطور که توی صفحه تلویزیون دارین میبینید لینک های مختلف هستش، قسمت پروگرامز فکر میکنم پروگرامز برنامه ها رو نشون میده و
وقتی که بخواین تماس بگیرید با کانتکت هستش که بتونید تماس بگیرید. اگر من از امید خواهش کنم که در حقیقت یه ویدیو کلیپی رو از پرایم برای ما نشون بده ممنون میشم. با هم به این ویدیو کلیپ نگاه میکنیم، برمیگردیم به ادامه برنامه. لحظات شیرین زندگی را از طریق فیسبوک با عزیزانتان سهیم شوید. برای یادگیری و آگاهی بیشتر از کاربری این رسانه در کلاس‌های رایگان فیسبوک در بنیاد پریا شرکت کنید. برای ثبت نام با شماره 905-764-0202 داخلی 108 تماس بگیرید و یا به وبسایت پریا مراجعه کنید. برنامه همگام با مدرسه هستیم در خدمت آقای دیوید لابلاک، مدیر ارتباطات و توسعه برنامه‌ها در بنیاد پریا، و خانم افسانه وکیلیان، مدیر مالی بنیاد پریا که با کلیه پروژه‌های پریا ارتباط مستقیم دارند. David, as you know, I work with lots of newcomers students in elementary and secondary panel, and I know that most of them feel so isolated, mm-hmm. lonely, and disconnected. Right. Again, thankful to Pariya. Pariya has a program called YLDP. We do. What is YLDP, and how can help these students okay. with this program? Well, YLDP stands for Youth Linked Diversity Project, and it's a program that was designed by Pariya and funded by Citizenship Immigration Canada. And really, it's a program to help youth become leaders in society by helping newcomers connect and integrate into the community. Because oftentimes, the newcomers are the ones that feel very isolated. Absolutely. So we're using this as a model to help build leadership skills in youth between the age of 14 and 18, I should say, in high school. So a lot of these youth are coming from high schools, wanting to find their way into university. Mm-hmm. And obviously, to get that, they need to build their community hours. Absolutely. So this is an opportunity for them to do that. For them. So there are another volunteer opportunities exactly, for them too. Exactly, absolutely. There's mm-hmm. a number of things they can do. For instance, not only can they volunteer and take the program, of which right now they can receive up to 16 community hours, but in addition to that, should they want to actually become youth leaders, they can learn how to facilitate, because we'll teach them how to teach the course, and they can get additional hours. Wow. خانم وکیلیان، ببخشید طولانی شد، سخت. این پروژه که در اسمش هست ارتباط جوانان با فرهنگ‌های گوناگون، در واقع شرایطی رو ما در پریا تونستیم فراهم بکنیم با این پروژه که جوانان دبیرستانی بین سنین 14 تا 18 سال میتونن در اون شرکت بکنن. در مجموعه کارگاه‌های آموزشی که دارن
یاد میگیرن که با همدیگه از آشنا بشن، از گروه های مختلف هستن و یاد میگیرن که چجوری در جامعه و اصطلاح محله خودشون بتونن فعالیت بکنن. از اون گوشه‌گیریشون در واقع کم میشه. و ضمن اینکه این پروژه رو هم ما با پشتیبانی Citizenship and Immigration Canada میتونیم داریم انجامش میدیم. درست. و David, you're not putting words in my mouth, are you? No. What's going to happen to the students who can't speak English? Is there any help for them in that particular program? Well, there is, because the people that we actually go out and serve most are usually ESL students. Okay. And students that are either at the A, B, C, D or higher level, they can choose whether or not they wish to be a part of the program, and we will help them, certainly, okay, with their English, because this is really a program to help them not only become leaders, but more proficient in their English, because oftentimes that's one of the things that is a barrier to making new friends, finding volunteer opportunities, and just enjoying themselves. من وقتی که داشتم با آقای دیوید لاولاک صحبت می‌کردم ازشون خواستم که یه مقدار مثال‌هایی برای ما بزنن برای واقعاً این YLDP واقعاً چی کار می‌کنه. So I'm just asking you to give us some examples of YLDP and what does it do for the students. Sure, okay. Well, just to give you an example, some of the things that we're teaching in the program deal with how different cultures communicate and how they think and act differently. In Canada being full of all different cultures, it's something that's very important to be able to work not only in school but when you get into the employment world. Absolutely, and respect those cultures. Absolutely. Positive thinking, the benefits of making sure that you set goals, that you learn that there's a difference between being aggressive and assertive in your communication styles, being more effective in learning about different body language, because everyone has a different cultural bend. Absolutely. And how they express themselves. And most importantly, how to become a civic leader. How do you engage in civic community activities in a way that's appropriate so that you can make things happen? We actually teach them how to protest effectively. Wow. You can't just bop somebody on the head and say, I don't agree with you. You need to do it effectively. How do you do that? So we help them. خانم وکیلیان. در این دوره کارگاه‌های آموزشی شاگردان یه طیف وسیعی از مهارت‌ها رو از طریق مشارکت خودشون و همچنین حضور سخنرانان مهمانی که داریم ما فرا میگیرن و از مواردی که میشه اسم برد از قبیل این هستش که آگاهی داشته باشن از تداخل این فرهنگ‌ها و آموزش فرهنگ‌های گوناگون که در کانادا ما باهاش خیلی مهم داریم. هستش. بله، و خیلی موضوع جدی هستش. بعضی موقع‌ها برای حتی رفتن به یه عروسی من از همکارم می‌پرسم چه رنگی من باید بپوشم وقتی که میام توی عروسی شما وقتی که ایرانی نباشه. درسته. So خیلی مهم هستش. We're talking about even the colors that you're wearing to someone's wedding. So I asked from my colleagues. It's true, yeah. So it's very important. To know those differences, differences, those nuances. Yes. Yeah. But I can cite one example. There's one individual that stands out in my mind as a perfect example of a student leader. I'll use his first name, being Christian. His name is Christian. And he was an exemplary individual who not only took the course, but taught the course. And to help him move forward in choosing a business school that he wanted to attend, we actually videotaped him in a presentation situation. Wow. Which he used to help him get into two That's business schools. That's a successful story. So it works. Yes. It works. Wow. یکی از کارهایی که در این برای این پروژه انجام شد، یکی از به اصطلاح شاگردانی که ما داشتیم که ایشون چون می‌خواست برای دانشگاهی هم تقاضا بده و تمرین میخواست بکنه برای مثلا اینکه چجوری مطالبش رو ارائه بده و چه بکنه، این بود که ما به این کمک کردیم، ازش فیلم گرفتیم و بهش آموزش دادیم که یعنی مربی ها البته آموزش دادن که چه کار بکنه و خیلی موفقیت آمیز بود برای اون جوانم. خیلی بهتر از این نمیشه واقعا. بله. یه پروگرام اینطوری باشه و اینطوری ترن آوتش به این خوبی باشه. بله. عالی. دیگه چی هستش خانم وکیلی از اگزمپل های YLDP؟
مطالب دیگه که ایشون فرمودن در مورد اینه که مثبت اندیشی باشه و هدف داشته باشن، چون اگر که شخصی مثلا همیشه منفی فکر بکنه طبیعیه که موفق هم نمیشه و مخصوصا این خیلی کامن هستش بین بچه های نیوکامر، چون احساس تنهایی میکنن، همیشه منفی فکر میکنن بیشترشون، و خیلی خوب هستش که وارد این پروگرام ها بشن و واقعا این نگتیو بودن، منفی بودن رو بذارن کنار، همیشه نگاه کنن. همیشه من براشون مثال میزنم، منم عین اونا نیوکامر بودم، منم اینجا دبیرستان رفتم، ولی میگم خب نگاه کنید در آینده چی میشه، شما هم کار میگین. So I always put myself as an example. So because newcomers, the students, they feel so like they have some negative thoughts always. So I just tell them, look at me, I'm like you, you know, I'm a former ESL student, I was newcomer. Right, and it's like you a model of what you can exactly become. Exactly, so it's very important. Do you know what I find so interesting too? When we're presenting to different schools, be it Thornhill, Thornlie, Bayview, oftentimes we're expressing to them that this is a program that's free to them, there's no cost. We provide food, we provide drink, and we provide bus fare. So there's no excuses for not coming. You can have fun too. That's the other F we guarantee. Yes. You will have fun doing this. So. خیلی مهم هستش. بچه ها میتونن تمام اطلاعات پریا رو، یعنی این پروژه پرایم و در حقیقت YLDP رو بیشتر توی گایدنس آفیس های مدرسه پیدا کنن. I saw your flyers in different guidance offices, so I'm just telling parents. بچه ها میتونن وارد گایدنس آفیس بشن و این فلایر ها رو بردارن و با پریا تماس بگیرن، و اگر واقعا دنبال کامیتی آورز یا اصلا کلن دوست دارید بچه تون اون اسکیلز و لیدرشیپ رو یاد بگیره، اون مهارت های در حقیقت مهارت های اجتماعی رو یاد بگیره، بهترین نوع هستش که واقعا وارد این پروگرام ها بشه. و and as you mentioned, you have some presentations with different schools. خیلی مهم هستش که بچه ها برن و این پرزنتیشن ها رو گوش بکنن. خانم وکیلیان، حاضر جواب بودن ما تو کالچر بود، من وقتی که داشتم میخوندم being assertive، حاضر جواب بودن، یه مقدار فکر کردم گفتم چقدر جالبه حاضر جواب بودن. بله واقعا اونم خودش آموزش میخواد. خب نکته که هستش اینه که چون اینجا بچه ها در مدرسه با فرهنگ های مختلف هم هستن وارد میشن، عکس العمل های متفاوتی دارن در برخورد با هم، و در این کارگاه های آموزشی به اصطلاح آشنا میشن با هم دیگه، میبینن که چجوری، یعنی فرق این که حاضر جواب باشن یا اینکه پرخاشگر باشن رو یاد میگیرن. خیلی خیلی مهمه. دوباره برگردیم روی بچه‌ای که جدید میان، حالا به خاطر اینکه من بیشتر روی بچه‌های جدید تاکید میکنم، به خاطر اینکه میبینن که پدر مادرشون مشکلات زیادی دارن، دست و پنجه باش نرم میکنن و این مشکلات رو با خودشون به دوش میکشن، یه مقدار شرایط براشون سخت‌تر هستش، و برای همین وقتی یه مشکلی براشون تو مدرسه پیش میاد زود اگریسیف میشن، نمیتونن تحمل بکنن. این یه مسئله هستش که بعد اونجا واقعا خیلی مهم هستش که به بچه‌ها یاد بدیم که چجوری اسرتیو باشن، چجوری به قول خانم وکیلیان حاضر جواب باشن ولی به صورت مثبت، ولی نه پرخاشگر، هم که شما فرمودید، نه اینکه برن طرفو پوش کنن، هول بدن یا داد بزنن، ولی در حقیقت به قول خودمون حقشون رو بگیرن، حقشون رو بگیرن. If I can just touch on one thing too, which is so important. What we're talking about are our leadership, but also specifically volunteer opportunities. They're critical, and we make it really clear to the students that not only should you do it, you should tell people that you're doing it in your resume, if you're going on your Facebook, if you're going into a LinkedIn, and some students actually do create a LinkedIn profile, which normally is for adults. That's good. Because they're trying to do what they can to create a business impression of who they are. So this sort of volunteering is critical, and it looks great on their resume, and they get a certificate of completion once they've done it through us too. ما در این کارگاه های آموزشی که تشکیل میشه از خود شاگردا کمک میگیریم که به عنوان به اصطلاح رهبری یک گروه کوچکتر رو انجام بدن، یعنی یاد میگیرن کار به اصطلاح مسئولیت اینکه چجوری
یک عده‌ای رو هدایت بکنن. رهبری به معنی هدایت هست و این موضوع در به عنوان کار والنتیریشون هستش، در رزومه‌شون قرار میدن، برای سابقه‌شون، برای پیشرفتشون در اجتماع بسیار مفید هستش. و همطوری که دیوید گفتن این برنامه‌ها مجانی هستش. درسته. تیکت اتوبوس برای بچه‌ها فراهم هستش. یعنی در این ساعتی که کارگاه آموزشی داریم، ما هم غذا و هم نوشابه و هم بلیت اتوبوس وایرتی در اختیارشون میذاریم. دیگه چی میخواین؟ بهتر از این؟ برنامه مجانی، تیکت هم دارین، غذا هم هست. How does someone sign up for YLDP? Very easily. They can just go directly to our website, period.org, and click on the youth link button. There's a logo there, just click on it. You can actually just put in your information that you're interested, contact details, and we'll get right back to you. خیلی آسون. خانم وکیلیان چجوری؟ به همون طرح.